به نام یزدان پاک، دوستان عزیزم روز بر شما خوش. شما آموزش ریاضیات آزمون یوس رو نگاه میکنید با من بابک کمالی. تا لحظات دیگه در خدمتتون هستم. خب جلسه پیش یه معرفی از توابع معکوس مثلثاتی داشتیم و محدوده سینوس و تانژانت هم گفتیم. گفتم که ایگرگ مساوی سینوس ایکس، آرک سینوس ایکس ایگرگ مساوی با آرک سینوس ایکس، شما چی کار میکنید؟ یه عدد بهش میدید بین منفی یک و یک. پس دامنه سینوس بین منفی یک و یک هستش. بعد ازش چی میگیرید؟ یه کمان میگیرید بین منفی پی دوم و پی دوم. خب در مورد کوسینوس چی؟ ایگرگ مساوی با آرک کوسینوس ایکس. دوباره همینطوره، هم سینوس بین منفی یک و یک بود هم کوسینوس. پس باز ما یه عدد میدیم بهش بین منفی یک و یک، ولی این بار اومدیم دو تا ناحیه اول و دوم رو برای کوسینوس انتخاب کردیم که زوایای مثبت رو از اینجا انتخاب میکنیم و منفی ها رو از اینجا. پس ایگرگی که به ما میده باید بین صفر و پی باشه و مساوی صفر، خود صفر و خود پی هم میشه. در مورد تانژانت هم گفتیم ایگرگ مساوی با آرک تانژانت ایکس. ایکس گفتیم متعلق به آر، چون تانژانت و کوتانژانت هیچ محدودیتی نداشتن، در از منهای بی‌نهایت تا مثبت بی‌نهایت تغییر میکردن. اما زاویه‌ای که به ما تحویل میده تو بازه باز منفی پی دوم و پی دومه، بازه باز منفی پی دوم و پی دوم، یعنی خود منفی پی دوم و خود پی دوم نمیشه. در مورد آرک کوتانژانت هم همینطور، اینا دوتا دوتا یه شباهتایی به هم دارن. مثلا این ناحیه‌هاش شبیه هم هستن، آرک کوسینوس و آرک کوتانژانت. آرک تانژانت و آرک سینوس هم همینطور، ناحیه‌هایی که انتخاب شده شبیه هم هستن، ولی دوتا دوتا دامنه‌هاشون یکیه. آرک سینوس و آرک کوسینوس دامنه‌هاشون یکیه، آرک تانژانت و آرک کوتانژانت هم دامنه‌هاشون یکیه. مثلا ایگرگ مساوی با آرک کوتانژانت ایکس، ایکسش هست ایکسش هست متعلق به آر، جوابی که به شما میده بین صفر و پیه، بازه باز صفر و پی، خود صفر و خود پی نمیشه. خب بریم مسئله هاشو ببینیم. آرک سینوس یک، گفتم این سوال ها خودمون میکنیم، چه زاویه‌ای بود که سینوسش یک بود؟ 90. ولی گفتیم اینجا فقط باید چی؟ با رادیان نمایش بدی. پس ایکس میشه پی دوم. خب اما تانژانت و سینوس گفتیم ناحیه اول و چهارم براشون انتخاب شده که مثبت ها رو از ناحیه اول میگیریم، منفی ها رو از ناحیه چهارم. پس چون قرینه هر زاویه‌ای وجود داره، این منفی رو میتونی به پشتشون منتقل کنی در مورد آرک سینوس و آرک تانژانت. در مورد آرک کوتانژانت و آرک کوسینوس متفاوته. پس ایکس میشه چی؟ منفی آرک تانژانت رادیکال 3. خب از خودمون سوال میکنیم چه زاویه‌ای تانژانتش رادیکال 3 بود؟ 60 درجه. یه منفی هم پشتش داشتیم، میشه منفی پی 3. اما در مورد کوسینوس چی کار کنیم؟ ببینید کوسینوس چه زاویه ای رادیکال 2/2 بود؟ پی 4م، 45. خب چه موقع میشه منفی رادیکال 2/2؟ میره تو ناحیه دوم. پس من باید بیام 45 تا از این ور کم بکنم. پس در واقع میشه چی؟ 180 منهای 45 یا پی منهای پی 4م. پس ایکس هستش چی؟ پی منهای پی 4م که میشه 3π4. این مفهوم میشه. به طور کلی میتونی این دوتا رابطه رو هم به خاطر بسپری. میشه پی منهای آرک کوسینوس ایکس آرک
آرک کوسینوس منفی ایکس میشه پی منهای آرک کوسینوس ایکس، آرک کوتانژانت منفی ایکس میشه پی منهای آرک کوتانژانت ایکس، که البته با کمی دقت میتونی به دست بیاری، همون زاویه مثبتشو که گیر میاری بیار پی کم بکن میشه زاویه منفیش، نیازی به حفظ کردن نیست، اینا رو بفهم و یاد بگیر. ولی در مورد سینوس و تانژانت گفتیم منفی رو میده پشت، منفی رو میده پشتش، آرک سینوس منفی ایکس میشه منفی آرک سینوس ایکس، همینجور تانژانت هم همین شکلیه. پس اگه بیان یه دفعه ببینید اینا گره میخوره به توابع، بیان زوج و فرد بودنش از ما بخوان، آرک سینوس آرک تانژانت فرده، ولی آرک کوتانژانت و آرک کوسینوس نه زوج نه فرده، چون نه منفی اف ایکس میشه نه خود اف ایکس میشه. خب حالا ترکیب، ما گفتیم ترکیب تابع و تابع معکوس همانیه، یعنی چی؟ یادتون باشه تو ترکیب گفتیم F او F منفی 1 X میشه X F منهای 1 او F X میشه X. بعضی از کتاب ها خلاقیت نشون میدن از خودشون، میگن خب اینا جفتش X دیگه، پس F او F منفی 1 با F منهای 1 او F یکیه. نه عزیز من، اینا یکی نیستن، اینا خروجی هاشون با هم فرق داره. شما الان همینجا دارید میبینید آرک سینوس ایک، آرک سینوس سینوس ایکس، آرک سینوس اف منهای یکه و این افه، ترکیبشون میشه خود ورودی میشه پی پنجم. اینجا هم دارید تانژانت آرک تانژانت ایکس، این افه این اف منهای یکه، ترکیبشون میشه تابع همانی، یعنی همونی که وارد شده خارج میشه، میشه هفت. تفاوتشون رو ببین، این یک کمان رادیانه، این یک عدد حقیقیه هفته، پس این دوتا با هم برابر نیستن، یعنی سینوس آرک سینوس ایکس با آرک سینوس سینوس ایکس این دوتا با هم فرق دارن، جنس خروجیشون فرق داره، جنس ورودیشون فرق داره. پس چون داری ایکس میبینی، باز همون ماه من و ماه گردونه، این ایکس با اون ایکس ظاهرشون یکیه، با هم تفاوت معنایی بسیاری دارن. پس به این مفاهیم هم دقت بکنید، اگر توی گزینه ها مثلا به شما گفتن اف او اف منفی یک مساویه با اف منهای یک او اف ایکس، این مساوی نیست، ممکن بگم مثلا گزینه درست رو انتخاب کنید، یا کدام عبارت صحیح هست یا کدام عبارت صحیح نیست. حواست باشه که اف او اف منهای یک با اف منهای یک او اف با هم برابر نیستن. خب حالا کوسینوس آرک سینوس ایکس، اینا که دیگه تابع و تابع معکوس نیستن که بگم همانی مستقیم جواب، این بیرونی کوسینوسه اون توی آرک سینوسه. بودیم آرک یعنی کمان، پس بیا آرک سینوس ایکس تو بگی آلفا، من اینو میگیرم آلفا، پس آلفا مساوی هستش با آرک سینوس سه پنجم. حالا چیکار میکنم؟ حالا از طرف سینوس میگیرم، اگه از طرف سینوس بگیرم چه اتفاقی میفته؟ طرف دوم میشه سینوس آرک سینوس، یعنی ترکیب تابع و تابع معکوس که همانی خود سه پنجم خارج میشه، طرف اول برای من میمونه سینوس آلفا. خب حالا من که اینو گرفتم آلفا، در واقع ایکس هم چیه؟ یعنی من کوسینوس آلفا رو میخوام دیگه، من دنبال کوسینوس آلفا هستم و سینوس آلفا رو پیدا کردم. خب برگشتیم با یک مقداری توی مفاهیم دور زدن و دوره کردن چیزایی که یاد گرفتیم، برگشتیم به همون مطلبی که اوایل درس مثلثات روش کار کردیم. یعنی الان من میام یه مثلث تشکیل میدم، یه مثلث راست گوشه تشکیل دادیم، زاویه آلفا اونجاست، این مقابلشه و پنج وتره، سه و چهار و پنج گفتیم اعداد فیثاغورسی هن، پس این میشه چهار.
چهار چیه؟ مجاور. کسینوس چجوری به دست میاد؟ مجاور به بتر. تمام. پس چی شد؟ چون ترکیب تابع و تابع معکوس نبود، تویی که یه زاویه بود گرفتم آلفا، نتیجتا دنبال کسینوس آلفا بودم. از تساویی که فرض کردم یه آلفا نوشتم، از طرف این سینوس گرفتم. طرف دومم ترکیب تابع و تابع معکوس بود، پس سینوس آلفا شد 3/5. سینوس آلفا رو بردم توی مثلث که قبلا یاد گرفتیم و کسینوس آلفا رو به دست آوردم. خب حالا تانژانت آرک تانژانت ایکس. اولا که تانژانت آرک کوتانژانت ایکس. اگه تانژانت آرک تانژانت باشه که مستقیم میشه جواب دیگه، همون ترکیب تابع و تابع معکوس میشه. اما تانژانت آرک کوتانژانت یا کوتانژانت آرک تانژانت، اینا هر دو میشن یک ایکسوم. هم میتونی این فرمولو به خاطر بسپری، هم اون روشی که سوال قبلی رو حل کردم اونم براش صادقه. ببین اون یک روش مفهومی هستش که همیشه میتونی ازش استفاده بکنی. الان هم میتونی اینو بگی عکس یه دوم جواب میشه دو و تمام، هم میتونی بری از اون روش استفاده کنی. خب اون روش چی بود؟ ما این تویه رو گرفتیم آلفا. خب پس الان آلفا مساوی آرک کوتانژانت 1/2. خب حالا طرفین چیکار کنم؟ اگه کوتانژانت بگیرم، کوتانژانت آرک کوتانژانت اف او اف منهای 1 میشه خودش، میشه 1/2. پس به من چی میده؟ میده کوتانژانت آلفا مساوی 1/2. خب اینجا من آلفا گذاشتم، پس ایکس چیه؟ تانژانت آلفا. این دیگه اصلا مثلثم نمیخواد، میدونیم تانژانت و کوتانژانت همیشه عکس همه. من کوتانژانت رو دارم 1/2، پس تانژانت میشه چی؟ عکس کوتانژانت میشه 2. پس هم مفهومو داری هم فرمولو داری. سینوس آرک تانژانت، خب دیگه ببینید سینوس و آرک تانژانت به هم هیچ ربطی ندارن، شما راهی جز مفهوم نداری. پس آرک تانژانت رو بگیر آلفا، از طرف این تانژانت بگیر، بعد بذارم 3. همین میشه چی؟ میشه 3. پس تانژانت آلفا شد 3. تانژانت آلفا رو به دست آوردم. الان چی رو میخوام؟ این شد چی؟ تبدیل شد به سینوس آلفا. باز میرم تو مثلث، تانژانت رو دارم، سینوس رو به دست میارم. تانژانت چی بود؟ مقابل به مجاور. الان مخرجش هم 1. پس من تو این مثلثه مقابلش 3 هستش، مجاورش 1 هستش. بتر چی میشه؟ بتر میشه رادیکال 10. پس سینوس آلفا چیه؟ مقابل به بتر. حالا میتونی گویاش هم بکنی، 3 تا رادیکال 10 دهم. خب این که دیگه خیلی کار خاصی نداره، چون این زاویه های مشخص اون تو گذاشته، ولی به بس آلفای به علاوه بتا. حالا بذار بنویسمش. چه زاویه سینوسش 1/2 بود؟ 30 درجه. سی. چه زاویه تانژانتش رادیکال 3 بود؟ 60 درجه.
سی و شست چی؟ 90. کسینوس 90 هم صفره. خب این چیه؟ این آلفاه. سینوس پی دوم به علاوه آلفا چی بود؟ پی دوم مرز بین 1 و 2 بود، درسته؟ روابط بین نواحی. پی دوم به علاوه آلفا ناحیه 2، ناحیه 2 سینوس مثبته. چه مثبته؟ یه تبصره هم داشت پی دوم، سه پی دوم. چون پی دوم داریم سینوس به کوسینوس تبدیل میشه. پس من دنبال کوسینوس آلفا هستم. حالا تازه بیام سراغ اون فرضی که انجام دادم. آلفا رو گرفتم آرک تانجانت 5/12. از طرفین که تانجانت بگیرم، طرف دوم ترکیب تابع و تابع معکوسه، میشه خود 5/12. پس تانجانت آلفا مساوی 5/12. خب بازم تانجانت رو دارم، کوسینوس رو میخوام. هم میتونی از اتحاد 1/2 تانجانت 2 مساوی 1/2 کوسینوس 2 استفاده بکنی، اون یه ذره طولانی تره. همین که دوباره بری توی مثلث، این آلفا مقابلش 5، مجاورش 12. گفتیم 5 و 12 و 13 عدد فیثاغورسی هم، پس وتر میشه 13. کوسینوس آلفا مجاور به وتر، مجاور به وتر میشه 12/13. خب بس آلفای به علاوه بتا داریم. سینوس آلفای به علاوه بتا هستش سینوس آلفا. کوسینوس بتا به علاوه سینوس بتا کوسینوس آلفا. یعنی سینوس اولی کوسینوس دومی، حالا برعکس، درست شد؟ مثلا میخوای سینوس 75 رو به دست بیاری، مینویسیم چی؟ مینویسیم سینوس 30 به علاوه 45. چرا 30 به علاوه 45؟ چرا مثلا 50 به علاوه 25 نه؟ چرا 74 به علاوه 1 نه؟ برای اینکه 30 و 45 رو ما میشناسیم، زاویه هاشو بلدیم. پس چی میشه؟ میشه سینوس 30 کوسینوس 45، سینوس اولی کوسینوس دومی، حالا برعکس. حالا مقادیرشون رو جایگذاری کن، میشه چی؟ 1/2 در رادیکال 2/2 به علاوه رادیکال 2/2 ضرب در رادیکال 3/2 میشه چی؟ میشه رادیکال 2 به علاوه رادیکال 6/4. توصیه هم اینه که مقادیر 15 و 75 هم به اون جدوله اضافه کنی، که اگه سر جلسه دیدی نخوای بشینی این مراحل رو بری، یکیش هم حفظ کنی، چون متمما در واقع اون یکی رو هم داری دیگه. مثلا سینوس 15 رو حفظ، مقادیر 15 درجه رو حفظ بکن، نتیجتا شما 75 هم داری، چون سینوس 15 میشه کوسینوس 75، کوسینوس 15 میشه سینوس 75 و الی آخر. از زوایای متمم اون یکی رو هم داری، پس یکی از بین 15 و 75 یکیش رو حفظ کن. خب حالا اگر اینجا آلفای منهای بتا باشه چی؟ اگر اینجا من داشتم سینوس آلفای منهای بتا، وسطشون منفی میشه، درست شد؟ سینوس آلفای منهای بتا داشته باشم، وسطشون منفی میشه. حالا برای کوسینوس چه شکلیه اینا؟ کوسینوس آلفا به علاوه بتا میشه کوسینوس آلفا کوسینوس بتا منهای سینوس آلفا سینوس بتا. ببین توی سینوس اگه تو جمع داشتی وسطشون جمع میذاری، اگه منها داشتی وسطشون منها میذاری، ولی تو کوسینوس برعکسه. اینجا من جمع دارم وسطشون منها گذاشتم. حالا پس اگر اینجا منها بود وسطشون چیکار میکنم؟ جمع میذارم. یه دونه فرمول دیگه، تانجانت آلفای به علاوه بتا چیه؟
تانژانت آلفای به علاوه بتا هست چی؟ تانژانت آلفا به علاوه تانژانت بتا به روی یک منهای تانژانت آلفا تانژانت بتا. به روی یک منهای تانژانت آلفا تانژانت بتا. حالا اگه بینشون منفی بود همه علامت ها برعکس کن، همه که علامت های بین رو دیگه. اینجا منفی بود این منفی میشه این مثبت میشه، درست شد؟ اینجا اگه منفی بود تو صورت منفی بذار، تو مخرج بینشون جمع بذار. خب کوسینوس 15، من 75 حساب کنم، 15 چجوری میشه؟ 75 حساب کردم، مثلا 15 رو مینویسم چی؟ 45 منهای 30. این چی میشه؟ میشه کوسینوس 45. کوسینوس 30 به علاوه یه، گفتیم علامت بینشون برعکسه توی کوسینوس، سینوس 45 سینوس 30. خب حالا ما سینوس 75 رو حساب کرده بودیم دیگه، الان ببین کوسینوس 15 همون عدد میشه. میشه چی؟ میشه رادیکال 2/2 ضرب در رادیکال 3/2 به علاوه رادیکال 2/2 ضرب در 1/2 که میشه رادیکال 6 به علاوه رادیکال 2/4 که یه بار دیگه اون رابطه بین زوایای متمم رو دیدیم. خیلی سپاسگزارم که امروزم با ما همراه بودید. ارادتمند شما بابک کمالی. تا دیدار بعدی، خدا نگهدار. تهیه شده در گروه تلویزیونی جم.